من کافم و اینجا بنده یکه. امروز قراره با همدیگه یه سر به توییتر بزنیم، بریم ببینیم داخلش چه خبره، کسایی که رپ دوست دارن داخل توییتر چه کارهایی میکنن، چه چیزایی مینویسن، بریم با همدیگه بخونیم ببینیم چه چیزایی پیدا میکنیم. راجع به حواشی اخیرم چیزای زیادی میتونیم پیدا کنیم. وقتتون نگیریم، لایک کامنت سابسکرایب بهتون نره تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. بریم سراغ توییتر ببینیم چه چیزایی میتونیم پیدا کنیم داخلش. زاده آتش توییت کرده شما گنده گوزی رو رپ فورس هست کنین 90% رپ رو بیکار شد دهنت سمید. خب ولی ببین از یه بره دیگه هم گنگستر رپر واقعی نداریم تو ایران دیگه، رپ فارس نداره، حتی اقلا رپ دیگه کار ندارم. بعد گنگسترهای ایرانی هم دیگه رپ فارس گوش نمیدن، جوادی عصاری گوش میدن، حال میکنم باش. بینام گفته با پارتالیب چیکار کردید؟ گفت یه کار پخش نمیکنه. چیکار میکنید با سلطان رپ فارس؟ سلطان رپ فارس اسلامی البته. سوال گفته رپ فارس فیت بهرام و سرونا بدهکار بهم. متینیستا هم گفته حسین هم ترک عاشقانه به رپ فارس بدهکار. عاشقانه ترک عاشقانه نداره حسین، تیکه بیت های کوچولی شاید انداخته باشه عاشقانه. آنایی اسم سختی نمیشه. من دیست فدایی به حسین و حسین به فدایی رو الان گوش شدم، در جریانش نبودم. جدا از اینکه دیست فدایی قوی تر بود تا اینجا قبول دارم صحبت تو. سوالی که همیشه ذهن من رو مشغول کرده اینه که چرا پای ثابت همه دیسپکو به فدای جمله برو بگو ریست بیاد هست. آره ببین از یه ور اینه که مثلا حسین به هیچ کس دیس داد، بعد فدای دیسپک داشت به خاطر این اینو گفته، ولی راست میگه. خب فدای داره جوابتو میده، چیکار به هیچ کس داری الان؟ این چی میگم؟ و در همین حین در حال دست و پا زدن برای دیسپک فداییان. فکت، راست میگه. از این زاویه ندیده بودم واقعا این قضیه رو. این قاف توییت کرده که غیر مستقیم بگو خواننده مورد علاقت کیه، بعد که منشن کرده نوشته رپر بی میکروفون مرد بی حاشیه رپ فارس سورنا. فکر کنم سورنا داره میگه، یا صادق البته میتونه باشه. یه نفر دیگه منشن کرده رپ استار راکستار آرستار مرد خوش صدای رپ فارس، واقعا همه دوستش دارن. یه نفر دیگه عکس توییت کرده این زیر که تتوی اشتباه خوبه، دمت گرم همشیر. واقعا میگم. یکی دیگه توییتو کد کرده که اون توییت اینه، حاصل آخرین درگیری قلب مغز من یه اشتباهی تخمی گفته رید تو قوی ترین آدم رپ فارس واسه میگه دیگه چه کاری آقا. MC توییت کرده رپ فارس چرا 10 سال آلبومتو نهادی؟ کلت گرفته رو سر ام ان ام جواب میده رپر از کجا نون در بیاره بخور. اینم فکته، واقعا اینم فکته، من اصلا حرفی ندارم راجع به این قضیه. محمد امین گفته که یزید تو جهنم وقتی میفهمد تو رپ فارس دارن ازش بالا میرن. تحلیل سرویس الان فهمیدم چی میگه، قضیه فدایی حسین رو داره میگه، خیلی خوب بود. کالبر بلاین نوشته رپ فارس فیت تتلو و جی جی به همون بده کار. اصلا مستری معنی مستری میده، خر بودن توی What the fuck. اصلا البته اگه جی جی بیس بزنه تتلو بخونه شاید یکم حالا مرادی بشه اون داستان و وسطش، ولی جی جی اصلا نخونه به نظر من خیلی بهتر. سفیدبانه توییت کرده که رپرهای سوئیس در مورد چی رپ میکنن؟ واقعا سوال عجیبی ها، سوال ذهن منم خیلی وقت درگیر میکنه. شما که بدبختی ندارید راجب چی دارید؟ میگفت دیگه جی جی میگفت دیگه موزا خوبشه که باید دکونو ببند. میم پارک نمیشه لطفا هرگز رپ عربی گوش ندید، انگار خدا داره باهاتون دعوا میکنه. جتا آهنگ ساده عربی هم گوش میدم اسم کنم خدا داره اصلا با هم صحبت میکنه، خیلی سمه اینجوری. یه نفر توییت کرده تتلو تمام شرایط پیامبر شدن رو داره. خیلی اوزاخیته، خیلی اوزاخیته. What the fuck. هجرت کرده، طرفدار داره، کتاب داره، عقل نداره. دهانت سرویس واسه یه دیگه، هجرت کرده، طرفدار داره، کتاب داره، عقل نداره. حالا دیگه فان هم نوشته، اشتک فان همون پایین زده و یاره دیگه تصرون هم ما پیامبر کردیم. و یکی توییت کرده بدین شهر هشتگ حسین Q69 حسین رو تو پورن ها باپلود کرده. حرفی ندارم. فدایی اگه تو حسینی من یزیدم جی کربلاست نمیذارم سر بر. حسین اگه یزیدی من بچه یاد میدارم خواهد چی بگی؟ محمود کریمی راست میگه، محمود کریمی الان این وسط میگه تو کار منه، این کار چی کار دارید؟
کربلا و داستاناش. بی خیال شید. حسین وقتی کاغذ سرپا بود، حسین بعد کاغذ. فکت. فاکینگ فکت واقعا. اماد توییت کرده فدایی قبل از شنیدن دیس حسین، فدایی بعد از شنیدن دیس حسین. قشنگ پیر شده تون صدیقه که دیس رو شنیده. رپ بتل کچی و پوتک رپ دیس حسین فدایی. راست میگه دیگه، واقعا نیم بود. قشنگ فیک بود رپ بتل اونو، ولی خب دمشون گرم بازم با همین که فیک بود کارهای بزرگی کردن داخلش. حسین دیس بک هم ضعیف بود، صادقی رو در اینستا بلاک کرد. ای خدا. صادق حسین دیس فدایی رو داده، برم ببینم بهش چی گفته. گفت مفره بس کنه یه وری. تازه بلاکت هم کرده، هم نفهمیدی. وای خدا. خواستم سرچ کنم درخت گل روز، حتی حسین گوگل هم بازیچه نشو. حسین حسین از خوبای هیئت، راست میگه، خیلی بهش میاد. این عکس واقعا خیلی خوب فتوشاپ شده، فوتو مونتاژ دقیق بوده قشنگ. کسی که این کاری کرده میدونسته چی به چی میاد. دیسه بعدی حسین فدایی یزید خر گاو منه. بچه یه چیه؟ او بس کن. سجاد توییت کرده که اینجور شد که کل رپ رو ول کردم به سراغ سایر سبک‌های موسیقی رفتم. یه استوریه که نوشته ویچ تسلو 78%. با این اوصاف منم تصمیم گرفتم چنل رو ببندم برم دنبال راه خودم. با بیخیال. What the fuck. خب اینم از قسمت اول رپ توییت. امیدوارم خیلی 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 خوشتون اومده باشه و حال کرده باشید. اکثر توییت های امروز هم راجع به همون حواشی اخیر بیلیت و کیوشستون های حسین و فدایی بود که حالا دیگه دیدیم و خوندیم. توییتر واقعا فضای سمب و باحالی داره، احتمالاً باز هم پارت های بعدی داشته باشه این ویدیو. اگه از قسمت اول رپ توییت خوشتون اومد، سابسکرایب و لایک یادتون نره. اگه خوشتون نیومد دیسلایک کنید، دلیلشو برام بنویسید. اینستاگرام من و بنده یکی بالا میاد فالو کنید. راستی اگه دوست داشتید فایت UFC پایدار و زد بازی رو هم ببینید، لینک انیمیشن رو این بالاها براتون میذارم. انیمیشن بنده یکی رو ببینید، 2 دقیقه است، بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. به چنل من سابسکرایب کنید. مرسی که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. بنده یکی رو فراموش نکنید.